یکی از اهداف سفرهای استانی آقای رئیس جمهور در کنار رسیدگی به مصوبات قبلی، پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های اقتصادی و پروژه‌های زیربنایی، رسیدگی به وضعیت مدیریتی استان‌های مختلف است. این رو آقای رئیس جمهور هم در نشست آغاز سال خدمت مدیران ارشد کشور فرمودند، هم در جلسات کاری مختلف و در بدو ورود به استان خوزستان هم تأکید داشتند که یکی از اهداف این سفر ارزیابی عملکرد و بازخواست عملکرد اجرایی مدیران دستگاه‌های مختلف هست. ما هم پیش از سفر جلسات مختلف کارشناسی را برای رسیدگی به این موضوع برگزار کردیم. از 5 مسیر مختلف و متفاوت عملکرد عزیزان را بررسی کردیم. مسیرهای دقیق کارشناسی بود و نهایتاً این را با استاندار محترم به اشتراک گذاشتیم. جلسات سنگین کارشناسی هم با ایشون و دستگاه مختلف نظارتی، معتمدین، متنفذین، کسانی که واقعا نظرشون برای مجموعه دولت نظر قابل احترام و قابل اتکا بود مطرح شد و جمع‌بندی در خصوص مدیران محترم صورت گرفت. تأکید استاندار محترم که خب میدونید جدیداً اونجا مستقر شدن این هست که انشالله باید نیروهای تازه نفس، توانمند و انقلابی بیش از قبل وارد حوزه دستگاه اجرایی بشن تا سرعت خدمات و فعالیت در استان بیشتر بشه. جمع‌بندی که عرض شد خب در حوزه‌های مختلف بود، هم در سطح ستادی استانداری و فرمانداری‌ها تغییراتی داریم، هم در ادارات کل انشاءالله جابجایی‌های اتفاق خواهد افتاد. با این تحرک جدید و جابجایی‌ها به نظر می‌رسه انشاءالله اقدامات خوبی در سطح استان شکل بگیره. بعد از تأییدی که آقای رئیس جمهور دیروز داشتن خدمت دستگاه‌های مختلف مسئله رو ابلاغ کردیم، انشاءالله در اسرع وقت این جابجایی ها انجام میشه. مدت زمانی که گذاشتیم مدت زمان طولانی نیست، ولی انشاءالله در اولین فرصت این جابجایی ها توسط دستگاه مربوطه انجام خواهد شد.